جلسه 24 از آموزش ایلستریتور رو شروع میکنیم. این ابزار رو انتخاب میکنم، اینجا کلیک میکنم، درگ میکنم، با گرفتن شیفت یه خط رسم میکنم، استروک بهش میدم دوتا، روی ابزار ویتور کلیک میکنم، موسم رو نگه میدارم تا اینکه زیرشاخهاش بیاد. تور رو انتخاب میکنم، قبلا باهاش کار کردیم، روش دبل کلیک میکنم، 200x200ش میکنم، اوکی. اینجا یه کلیک میکنم، موس رو نگه میدارم تا برام همچین چیزی بسازه. اگر وسط کلیک کنم و موس رو نگه دارم، اونم همین کار رو میکنه. فقط اگر دقت کنید یه مقداری تفاوت داره، این مثل اینکه یک شاخ است و داره دور خودش میپیچه، این دولا دور خودش میپیچه، چون از دو طرف داره میپیچونه، ولی وقتی از این گوشه بزنیم از یه طرف میشه. اگر سلکتش کنم، دوباره این ابزار انتخاب کنم و بیام از این گوشه کلیک کنم، اینجام دوباره از یه طرف میپیچونه. اینو قبلا انجام داده بودیم. این ابزار رو انتخاب میکنم، اینجا یه کلیک میکنم، می‌نویسم 200x200، یه مربع برام رسم میکنه، فیل نداره، استروکش هم 2 هست. میرم و این دفعه پاکر تول انتخاب میکنم. اگر دقت کنید سایزش همون حدود مربعمون هست. روش دبل کلیک میکنم، این سایز رو 400 میکنم. اوکی. الان ببینید بزرگتر شد. سلکت میکنم مربعمو، این ابزار انتخاب میکنم، میام اینجا مرکزش قرار میگیرم، یه کلیک میکنم. دیدید که چه اتفاقی افتاد؟ کلیک میکنم، درگ میکنم، میذارمش اینجا. وقتی سلکت شده روش کلیک میکنم، آلتو میگیرم، درگ میکنم، میارم اینجا، روی این ابزار موس رو نگه میدارم، لوت اومد. بیام اینجا یک کلیک کنم، دوباره به همون صورت درش میاره. این دقیقا یه جوره انگار برعکس اونه. یک کلیک دیگه کنم، حدودا دایرهش کرد. اینو دیلیت میکنم، این ابزار رو میارم، دوباره اینجا کلیک میکنم، یه مربع 200x200 برام رسم کنه. وقتی که سلکت شده از این قسمت سکالوپ تول رو انتخاب میکنم، میام اینجا. دقت کنید الان ابزارم بزرگتر از شیپم هست. الان یک کلیک میکنم، به این صورت در آورد. میرم و یه دونه دایره رسم میکنم، اینجا کلیک میکنم، میگم 200x200 پیکسل، دایرم سلکت شده. دوباره همین ابزار رو انتخاب میکنم، میام این وسط، یک کلیک میکنم. الان دوباره این ابزار رو انتخاب میکنم، اینجا یک کلیک میکنم، دوباره یه دایره به همون سایز درست میکنم، روی این دبل کلیک میکنم، این بار این عدد رو 10 میکنم. حالا اینجا یک کلیک میکنم، ببینید تاثیر کمتری گذاشت. یک کلیک دیگه میکنم، کنترل زد میزنم، کلیک میکنم، نگه میدارم، میخوام ببینید تفاوتو. دوباره کنترل زد میزنم، یک کلیک میکنم، این یکی رو از مرکز میگیرم، میبرم میذارمش وسط، این اینو هم میبرم میذارمش بالا، اینو هم دیلیتش میکنم. به همینا رنگ هم میتونید بدید. این ابزار رو انتخاب میکنم، اینجا کلیک میکنم، یه دایره 200x200 میکشم توسط سلکشن تول، اینجا کلیک میکنم، آلتو میگیرم، میکشم و یه کپی ازش میسازم. الان این سلکت شد. از اینجا این دفعه کریستالایز رو انتخاب میکنم، میام اینجا. باز دقت کنید اندازه قلم من بزرگتر از شیپ منه، کوچیکتر باشه این تاثیرات رو نمیذاره. یک کلیک میکنم، روش دبل کلیک میکنم، دوباره اینو زیاد میکنم، این دفعه مثلا میکنم 90. اول باید اینو سلکت کنم، اینو سلکت میکنم، کریستالایز رو دوباره انتخاب میکنم، اینجا یک کلیک میکنم رو مرکز. الان این یکی رو بر میدارم، میارم میذارم مرکز اینجا، باز هر دو رو با هم میارم اینجا قرار میدم. از اینجا این ابزار رو انتخاب میکنم، یه دونه مستطیل میکشم، استروک نمیخوام داشته باشه ولی فیل بهش میدم، فیل مشکی، وینکل رو این دفعه انتخاب میکنم. اینجا شروع میکنم به کلیک کردن و درک کردن، یکم چه اتفاقی میافته، انگار رنگی بوده شوره کرده. حالا اگر بخوام این شوره ها بیشتر بشه، میتونم اینجا کلیک کنم، یا میتونم کلیک کنم درک کنم پایین، به این صورت در میاد. کوچیکش میکنم، برم میذارمش اینجا. باز این ابزار رو انتخاب میکنم، یه کلیک میکنم، یه دایره 200x200 برام رسم کنه، دو تا بهش استروک میدم، فیلش هم حذف میکنم و سلکت شده باشه. این دفعه میرم باز این ابزار رو انتخاب میکنم، یه کلیک اینجا میکنم، الان میرم و این ابزار رو انتخاب میکنم، اینجا کلیک میکنم، موس رو نگه میدارم، میبینی که تونستم چنین شیپی درست کنم. سلکتش میکنم، میتونم اگر خواستم هم حتی بهش فیل بدم.
کلیک میکنم، درگ میکنم، میارم اینجا قرارش میدم. این ابزار رو انتخاب میکنم، با گرفتن شیفت یه دونه خط میکشم، ابزار روتیت رو انتخاب میکنم، میام اینجا آلت رو میگیرم، یه کلیک میکنم. اینا رو خوندیم. یه زاویه 5 درجه بهش میدم و کپی رو میزنم. کنترل دی میزنم تا اینو ادامه بده تا دایرم کامل بشه. توسط این ابزار همه رو سلکت میکنم. این ابزار انتخاب شده ولی بزرگتر نیست. پس یه کاری میکنم، روش دبل کلیک میکنم، اینجا سایز رو بهش میدم 600، اینم 600. 600 در 600 اینم 50 میکنم. الان اینا همه باید سلکت شده باشن. حالا سلکتش میکنم، میام مرکزش، یه کلیک میکنم، یه کلیک دیگه هم میکنم. میتونم از اینجا استروکشو عوض کنم، مثلا این شکلی کنم و استروکمو 4 میکنم. الان کوچیکش میکنم، با گرفتن شیفت میام میذارمش این گوشه. دوباره این ابزار انتخاب میکنم، اینجا کلیک میکنم، با گرفتن شیفت خط میکشم، باز روتیت انتخاب میکنم. این دفعه میام آلتو میگیرم و این پایین یک کلیک میکنم. 5 خوبه، کپی میکنم. کنترل دی میزنم باز تا پر بشه. باز همین ابزار انتخاب میکنم. این دفعه نمیخوام بزرگتر باشه. پس روش دبل کلیک میکنم، 300ش میکنم. اینم 300 میکنم. اوکی. همینو سلکت میکنم. کلیک میکنم، آلتو میگیرم، یه کپی ازش میذارم اینجا که داشته باشم. اینجا دوباره همه رو سلکت میکنم، این ابزار انتخاب میکنم، یه ذره کوچیکتره، روش دبل کلیک میکنم، 200 میکنم که بیشتر کوچیک شه. الان همه باید سلکت شده باشن، این ابزار انتخاب میکنم، میام مرکز، یه کلیک میکنم. حالا همه رو سلکت میکنم، کلیک میکنم، آلتو میگیرم، یه کپیشو اینجا میسازم. وقتی سلکت شده، این دفعه این ابزار رو انتخاب میکنم، میام این وسط یه کلیک میکنم دوباره. اینا رو سلکت کنم، کوچیکشون کنم با گرفتن شیفت. بذارم اینجا، اینا رو هم سلکت میکنم، شیفت رو میگیرم، میذارم این گوشه. اینو هم دیگه نمیخوام، دیلیتش میکنم. پن رو برمیدارم، یه کلیک اینجا، یه کلیک اینجا، یه کلیک اینجا، یه کلیک اینجا. با سلکشن تول سلکتش میکنم، روش دبل کلیک میکنم این قسمت، یه رنگ مشکی بهش میدم. دوباره روتیت انتخاب میکنم، میام اینجا، آلتو نگه میدارم، کلیک میکنم، میگم 360 تقسیم بر 12 و کپی میکنم. کنترل دی میزنم تا اینکه برام پرش کنه. با این ابزار همه رو سلکت میکنم، اینجا کلیک میکنم، آلتو میگیرم، یه کپی میذارم اینجا، از اینم دوباره چون سلکت شده یه کلیک میکنم، آلتو میگیرم، یه کپی میذارم اینجا. همه رو سلکت میکنم و باز یه تور بهش میدم. سایزش یه مقدار بزرگتر میکنم، میگم 300 در 300. اوکی، حالا میبینی بزرگتر شد. همه سلکت شده باشن. الان میام و اینجا یک کلیک میکنم. ببینید تونستم همچین شکلی درست کنم. همه رو سلکت میکنم، میبرم میذارم این گوشه. اینا رو سلکت میکنم، میارم اینجا. این دفعه این ابزار رو انتخاب میکنم و میام مرکز، یک کلیک میکنم. الان همه رو سلکت میکنم، اینجا کلیک میکنم، آلتو میگیرم، میکشم اینجا، یه نسخه از خودش میسازم. الان همه سلکت شدن، میام و باز تول انتخاب میکنم و میام اینجا مرکز، یک کلیک میکنم. میبینید که تونستم چنین اشکالی به همین سادگی بسازم.